معرکه گیر تا اون روز نمیدونستم معرکهگیری گیری چیه و معرکهگیر گیر کیه فقط از زبون بعضی از بزرگترها و بچه های محل حرفهای های باور نکردنی درباره کارهای عجیب و غریب اونها شنیده بودم مثلا محسن یکی از بچه های محل میگفت بابام شنیده یه معرکه گیر بعد از تموم شدن کارش از در یه قوری لابی تو رفته و بعد از تو لوله ی قوری به شکل بخار بیرون اومده و بعدم غیب شده اکبر آقا قصاب میگفت یه روز یه معرکه گیر اومد تو محل ما اون تونست با یه تردستی سر مشباقه رو از تنش جدا کنه و بعد بذاره تو یه دیگه آب جوش وقتی سر خوب جوشید اونو از تو دیگه برداشت و با گفتن عجیم عجی مجی لا به تنش چسبه. البته اینا هیچ کدوم با چشم خودشون این چیزا رو ندیده بودن. فقط از زبون این و اون شنیده بودن از همه بیشتر اسم معرکه گیرها رو از زبون مادرم شنیده بودم. بابام نجار بود هر وقت مریض میشد یا کاری براش پیش می اومد که نمیتونست سر کار بره مادرم بهش میگفت تو اگه معرکه گیر بودی حال روزت بهتر از این بود این حرف مادرم بارها منو به فکر فرو برده بود پس معرکه گیرها خیلی خوبه بعضی وقتا آرزو میکردم جای اونها باشم همه این حرفا و فکر و خیالا و آرزوها باعث شده بود که من علاقه زیادی به معرکه گیری پیدا کنم دلم بخواست یکی از اونام بیاد تو محل ما و معرکه بگیره بالاخره یه روز عصر تابستون به آرزوی خودم رسید جلوی خونمون با بچه ها بازی میکردیم که یه دفعه محسن رو دیدم معلوم بود که خیلی دویده چون داشت نفس نفس میزد محسن در حالی که خوشحالی از صورتش خونده میشد بریده بریده گفت نادر زود باش یه معرکه گیر اومده اون همین الان تو خرابه جعفر گچیه میخواد اونجا معرکه بگیره با شنیدن این حرف در حالی که از خوشحالی میخواستم پر در بیارم به طرف خرابه جعفرگچی دویدم خرابه جعفر یه چهار راه دورتر از خونه ما بود همونطور که از اسمش پیداست مال جعفر گچ فروش بود که توی اونجا مساله ساختمونی میفروخت دور تا دور این خرابه آجر و خاک و ماسر رو رو هم تلمبار کرده بود. وسط خرابه خالی و صاف بود و جای خوبی بود برای معرکه گرفتن و جمع کردن مردم بالاخره به خرابه رسیدم از بس دویده بودم عرق کرده بودم و از نفس افتاده بودم غیر از من چار پنج تا دیگه از بچه هام اومده بودن تعجب کردم پس مردم کجا بودن؟ نگاهی به اطرافم انداختم پیرمردی رو دیدم که روی چند تا آجر نشسته و داشت سیگار دود میکرد کت و شلوار کهنه و کثیفی تنش بود یه عرقچین سیاه رنگم سرش بود موهای سرش تا روی شونه‌هاش ریخته بود ریش نداشت ولی تا دلتون بخواد سیبیلش کلفت و بلند بود انگار از ریشاش کنده بود و به سیبیلش چسبونده بود ابروهای پرپشتی داشت و چشم سیاه و درشتش از دور برق میزد. تو دست راستش چوبی بود که اونو تکون میداد و باهاش بازی میکرد. همونطور که بهش زل زده بودم محسن یه تنه به زد و گفت نادر خودشه این مرک گیره است پرسیدم پس کارشو کی شروع میکنه محسن گفت اگه پنجشیش نفر دیگه هم بیان دست به کار میشه و رو پهن میکنه همین طورم هم شد بعد از اینکه چند نفر آدم بیکاره هم به جمع ما پیوستن معرکه گیر از روی آجراب بلند شد و رو که نمیدونستیم چی توی اونه دست گرفت و اومد وسط خرابه بخچه رو همون وسط گذاشت و سیگارشو هم که دیگه آتیش اون به ته رسیده بود رو زمین انداخت و خاموش کرد بعد نگاهی به دوربرش انداخت و سرش رو چند بار تکون داد مثل اینکه از جمع شدن مردم راضی بود من چهارچشمی اون بخچه رو میپاییدم دوست داشتم بدونم توی اون چیه حدس زدم قوری باشه یا دیک شاید هم یه چیز دیگه با صدای بلند معرکه گیر از این فکر و خیالا بیرون اومد کوچیکا بزرگ پیر و جوان تکبر نکن بلند سلوات بفرست جمعیت سلوات فرستاد وقتی صدای جمعیت خوابید معرکه گیر چوب دستیشو بلند کرد و گفت من از دیار غربت اومدم و اینجا مهمون شما وظیفه دارم که معرکه بگیرم ولی اول از بچه ها میخوام اگه دوست دارن کلاه ما تو همدیگه نره از این خط جلوتر نیا بعد با چوب یه دایره کج و وج دور بساتش کشید چوبش رو که از زمین جدا کرد گفت بچه هایی که جلو وایسادن راحت رو زمین بشینن تا اون بهتر بتونن معرکه رو تماشا کنن پشت سرم رو نگاه کردم دیدم کلی آدم جمع شده خیلی تعجب کردم معلوم نبود این همه آدم یه دفعه از کجا پیداشون شد من و چند تا از بچه های دیگه که به معرکه گیر نزدیکتر بودیم همون جلو رو زمین نشستیم. وضع جمعیت که رو به شد، معرکه گیر دور خودش چرخی زد و بعد رفت سراغ بساتش و چیزی هم نگذشت که گره بخچش رو باز کرد. با دیدن چیزایی که وسط بخچه بود از تماشای کارهای عجیب و غریب معرکه گیر ناامید شدم چون اون وسط فقط یه جعبه کوچیک بود و یه چاقو و چند تا خوردریزه دیگه وقتی وسط پهن شد معرکه گیر یه دستشو بلند کرد و گفت کار <applause> من درویش سیاده برای همین یکی از بچه ها که دل شیر داره باید بیاد منو کمک کنه تا مجلس ما گرم گرم بشه ما بچه هم که جلو نشسته بودیم به همدیگه نگاه کردیم نمیدونستیم چیکار بکنیم یکی میخندید و یکی ترسیده بود یکی دوتام هم همونطور که رو زمین نشسته بودن یواش یواش خودشونو عقب کشیدن ولی من دو دل بودم هم دوست داشتم برم هم میترسیدم بلایی سرم بیاد راستی اگه این معرکه گیره سر منو ببره و بعد نتونه با آب دهن بچسبونه یا اون کلمه ی ورد یادش بره اون وقت چی میشه با همه این حرفا دلم میخواست برم تو معرکه و کمک اون یارو به قول خودش درویش بکنم دوباره صدای درویش بلند شد یه بچه یه شیردل میون شما نیست از کلمه شیردل جرأتی پیدا کردم و از خوشحالی قند تو دلم آب شد تصمیم خودم رو گرفتم دلم رو زدم به دریا و یه دفعه از جا بلند شدم و گفتم من میام بچه هایی که کنارم نشسته بودن با ناباوری به من خیره شده درویشم با شنیدن صدای من با چوبش وسط خرابه رو نشون داد و گفت پس بودو بیا اینجا رفتم و کنار بساتش ایستادم حالا دیگه از نزدیک میتونستم وسایل کار معرکه گیر رو ببینم چه خوب ولی بین اون همه خرت و پرت هیچ وسیله عجیب و غریبی ندیدم یه دفعه هستم خبردار شد که هرچی هست تو اون جعبه چوبیه به جعبه چوبی زل زده بودم که یه دفعه چوب درویش آروم پشتم رو نوازش کرد و به دنبال اون صدای خنده تماشاچیا منو به خودم بعد با صدایی بلند پرسید پسر جون خوابی یا بیدار گفتم بیدار گفت مرحبا پس بلند بگو اسمت چیه گفتم نادر درویش با نارضایی سرش تکون داد و گفت نه شد نادر جون مگه نهار ماست خوردی گفتم نه آبدوخیار خیار خوردم خندید و گفت پس بلند بگو اسمت چیه طوری که هفت تا محله اون طرف دارم صدا تو بشنبن. تا جایی که میتونستم دهنم رو باز کردم و داد زدم نادر تو همین وقت صدای عرعر یکی از علاقای جعفرگشی که تو طویله کنار خرابه بود بلند شد جمعیت بازم خندیدن درویش ادامه داد خب نادر جون گفتی دل شیر داری؟ از اونجا که میترسیدم اگه بگم نه منو از کنار بساتش دور کنه گفتم بله گفت پس جای خوبی اومدی بگو ببینم اگه مار ببینی نمیترسی؟ نه نمی لرزی؟ نه پس هرچی بهت میگم خوب تو سرت نگه دار تا کارمون رو شروع کنیم درویش این رو گفت و شروع کرد به دور زدن وسط خرابه باز اومد کنار وسطش ایستاد و گفت اگه هنناس نمیگم هر کاری بلدم نمیگم میتونم نصف جمعیت رو دود هوا کنم و دوباره زنده کنم ولی به جان عزیز شما نباشه به جان بیمقدار خودم قسم کاری میکنم که همه از تعجب انگشتاتون رو ولی به این شرط که اون خواهری که الان بچهش داره گریه میکنه طفل معصوم رو ساکت کنه تعریف از خود نباشه قلب من سیاه مثل زغال ولی مثل برگ گل نازکه صدای گریه ی هر بچه ای و مثل بید می لرزونه. با این حرف درویش چند نفر که کنار اون زن ایستاده بودن با چپ چپ نگاه کردن از مادر بچه خواستن که بچه رو ساکت کنه بالاخره بچه ساکت شد بعد درویش در حالی که منو نگاه میکرد چوبش رو به زمین زد و گفت نادر بشمار گفتم یک دوباره چوبش زمین زد منم گفتم دو بعد چوبش زیر بغلش گذاشت و ده زد و گفت شاید همه میخواستین برای سومین بار چوب رو به زمین بزنم ولی به جان خودم این کار رو نمی کنم. چون تا چوب سوم به زمین بخوره در این جعبه باز میشه و یه افعی جلوتون سبز میشه ولی حالا زوده میخوام اول دل و جرعتش رو پیدا کنی بعد این کار رو بکنه وقتی حرف افعی به میون اومد چند نفر از بین جمعیت گفتن وای من که از ترس نزدیک بود زهرم بتره که میخواستم از کنار معرکه گیر فرار کنم ولی ترسیدم بعد بچه ها دستم بندازن و منو نادر ترسو صدا بزنم تو این حال نگاهی به دور خرابه انداختم جمعیت خیلی زیاد شده بود جای سوزن انداختنم نبود زیر چشمی درویش رو نگاه کردم اونم مثل من داشت جمعیت رو نگاه میکرد حالا همه یه چشما به جعبه کوچک چوبی دوخته شده بود همه میخواستم بدونن کی در جعبه باز میشه و افعی از توی اون میاد بیرون درویش دوباره دست زد و گفت هفتاد سال عمرمه نمیگم تو این هفتاد سال دروغ نگفتم اگه بگم اصلا دروغ نگفتم دروغ گفتم دروغ گفتم نزیه. اگه بگم به مال دنیا علاقه ندارم حرف مفتی زدم ولی به اندازه دنبالش دویدم که محتاج نامرد نشم بعد کلاهش رو از سرش برداشت و اون رو تو دستش گرفت و ادامه داد برای پول اینجا نیومدم اگه طالب مال دنیا بودم میرفتم تاجر میشدم برای این به و زیور دنیا علاقه ندارم که مال دنیا چشم رو کور و گوش رو کر میکنه اون وقتی که آدمی زاد دست به کارهایی میزنه که هیچ حیوان در رنده ای از پسش بر نمیاد مثل یزید که شراب میخورد و قمار میکرد و آدم میکشت لعنت بر یزید جمعیت گفتن بیش باد لعنت بر مریدان یزید جمعیت دوباره گفتن بیش باد درویش نفسی تازه کرد و در حالی که دور خرابه میگشت و کلاهش رو رو به جمعیت گرفته بود گفت قربون دهنتون میدونم که دشمن یزیدی چون اگه زبونم لال غیر از این بود سر و کارتون با من نبود حالا از همه میخوام به قلبتون رجوع کنید به هر اندازه که از یزید ابن معاویه بدتون میاد یه سکه یه دوزاری، پنیزاری، یه تومنی و یا یه اسکناس دو تومنی بندازین تو این کلاه. خجالتت ندم اگه یه قرونی هم بندازی دستتو بر نمیگردونم اونو روی چشمم میذارم لعنت بر یزید لعنت بر مریدان یزید درویش یه بار که دور خرابه گشت کراهش پر از پول خرد و اسکناس دو شد پولا رو تو کیسه کوچیکی ریخت و اونو تو جیبش گذاشت چوبش رو زمین زد و گفت خدا به شما برکت بده تا چوب درویش زمین خورد به هوای اینکه چوب سوم زمین خورده من از جا پریدم چند نفری هم که جلوتر از بقیه بودن از ترس عقب کشیدن درویش با دیدن این وضع یکم دست و پاشو گم کرد و بعد گفت شیر مادرم حلالم نباشه اگه بذارم این افعی به کسی صدمه ای بزنه درسته که گفتم بعد از زدن چوب سوم یه افعی از تو این جعبه بیرون میاد ولی جمعیت این موهای سفید رو که تو آسیاب رنگ نکردم تا اون وردی رو که فقط من میدونم چیه بر زبون دلم جاری نکنم این افعی خودش رو نمایون نمیکنه تو همین موقع یه نفر از تماشاچی ها که معلوم بود خیلی حوصلش هم سر رفته داد زد درویش زود باش ما رو در بیار دیگه ما کار و زندگی داریم درویش خندید و گفت ای جوونی که نمیدونم کی هستی و الان کجا وایسدی حرفی نیست چشمم کور دندم نرم از صدقه سر زن و بچت کیسه درویشانم و پر از پول کردم باید ما رو نشونت بدم همین کارو رو هم میکنم از همه این حرفا گذشته برادر عزیز من کوچکتر از اونم که بتونم پندی به کسی بدم اما از قدیم گفتن کارها نیکو شود اما به صبر یا گر صبر کنی زغور حلوا سازم حالا قبل از هر کاری من باید داخل این جعبه رو نشون کوچیک و بزرگ بدم تا همه با چشمای خودشون ببینن که این جعبه خالیه و بعد از اینکه از تو جعبه سرش سرشو بیرون آورد نگین جعبه دوازده طبقه بود درویش این رو گفت و جعبه رو برداشت و در اونو باز کرد و به همه نشون داد بعد رو به من کرد و گفت نا در شیر دل خوب حواست و جمع کن حواسم با توست درویش بلند بگو پلو پلو گفتم پلو پلو بگو چلو چلو گفتم چلو چلو درویش خندید و گفت ماری کلا معلوم نون باباتو خوردی دیگه داشت حوصلم سر میرفت ولی از اونجایی که دوست داشتم ببینم چطور درویش ما رو از جعبه در میاره دندون رو جگر گذاشتم و صبر کردم درویش کلاهش رو که هنوز تو دستش بود سرش گذاشت و بعد دهنش رو به گوش من نزدیک کرد و یواشکی گفت من میخوام با چاقو دماغ تو ببرم ولی خیال تخت تخت باشه یه مو هم از سرت کم نمیشه اما اگه بخوای وسط کار منو تنها بذاری و فرار کنی دیگه سر و کارت با اون افعیه که تو جمع است. با شنیدن حرفهای درویش رنگم پرید و دلم هر ریخ پایین و خواستم فرار کنم ولی از ترس افعی توی جعبه این فکر را از سرم بیرون کردم وقتی من همون جایی که ایستاده بودم مثل مجسم خوشکم زد درویش رو به جمعیت کرد و با صدای بلند گفت آقایی از میون این جمع که نمیدونم کیه و الان کجا وایساده گفت درویش زود باش ما رو در بیار منم گفتم چشمم کور دندم نرم کاری میکنم که مار یه دفعه از تو جعبه سبز بشه ولی مثل اینکه بعضیا حرف منو باور نکردن مقصود این که الان میخوام یه چشم از کارامو نشونتون بدم تا بدونین که من مردم و سر حرفم وایسادم خوب قبلا بگم که من نه سحر و افسون بلدم نه تلسم شکنی و جادوگری پس هرچی رو که اینجا با چشم خودت دیدی باور کن تعریف از خود اشتباهه باور نمی کنی خوب تموم کن بعد رو به من کرد و گفت نادر جون بگو ببینم تا حالا شده بابات از دست تو عصبانی بشه؟ گفتم یه بار درویش زورکی اخماشو تو هم کرد و گفت عجب کاری کردی پسر حالا که باباتو عصبانی کردی باید حساب پس بدی برای همین جسارت من دماغ تو رو میبرم. تو این لحظه جمعیت یه دفعه ساکت شدن و سکوت خرابه جعفرگچی رو گرفت. درویش رفت کنار بساتش و یه چاقو از توی بخچش برداشت با دیدن چاقو هم شروع کرد به لرزیدن با اینکه درویش به من قول داده بود که یه مو هم از سرم کم نمیشه ولی نمیدونم چرا ترس برم داشت هرچی اون به من نزدیکتر میشد بیشتر میترسیدم وقتی چاقو رو باز کرد و تیغه اونو به جمعیت نشون داد دندونای پایین و بالام مثل روز چله زمستون شروع کردند به همدیگه خوردن طوری که حتی درویش هم صدای به هم خوردن دندونامو شنید ولی دلداریم داد که چیزی نیست بالاخره درویش تیغه چاقو رو سر دماغ من گرفت تماشاچی هم که باورشون شده بود دماغ من بریده شده سر و صداشون در اومد من حتی صدای جیغ یه زن رو هم شنیدم ولی هر کاری کردم نتونستم ببینم کیه چون درویش با یه دست جلوی چشامو گرفته بود وقتی سر صدای مردم در اومد درویش گفت تعریف از خود نباشه قلب من از زغال سیاه تره ولی از برگ گلم نازکتره برای اینکه که دلهای مسترب شما آروم و قرار بگیره من دوباره دماغ نادرخان رو میچسب بعد از این درویش صرفه کرد و گفت اجی مجی لاو ترجی پوف اون وقت دستش رو از روی دماغ من برداشت تو همین موقع تونستم چاقوی توی دست درویش رو ببینم ای ناجنس فهمیدم چه کلکی سوار کرده بود چاقو دو تا تیغه داشت که اندازه هم بودن یکی سالم بود درست مثل چاقوهای معمولی ولی اون یکی وسط تیغش از طرفی که میبره به شکل یه هلال بریده شده بود قبل از بریدن دماغ من درویش اون تیغه سالم رو به مردم نشون داده بود بعدش با یه حرکت تند اون تیغه سالم رو بسته بود و طوری که کسی متوجه نشه تیغه دوم رو روی دماغ من گذاشته بود و شروع کرده بود به بازی در آوردن. مثلا داشت دماغ منو میبارید. بله وقتی کار درویش تموم شد و دستش رو از روی دماغ من برداشت همه ساکت شد تماشا چی رو نگاه کردم دیدم بعضیا دارن میخندن شاید حقه درویش رو باور نکرده بودن حتما داشتن با خودشون میگفتن اگه راستی راستی این معرکه گیر دماغ این پسر رو بریده پس چرا یه قطر خونم از دماغ پسر نریخت اما بعضی از بچه ها باورشون شده بود که درویش دماغ منو بریده از بزرگترها خیلی ها یواش یواش خراب رو خالی کردن ولی هنوز ده 20 نفر به امید دیدن افعی که یه دفعه از تو جعب سر در بیاره منتظر ایستاده بودن درویش در که چوب دستیشو به پاش میزد یه دور دور خرابه گشت و دوباره کنار بساتش ایستاد بعد چوبو زیر بغلش گذاشت و محکم دست زد و سینهشو صاف کرد و گفت میبینم که خرابه خالی شده و خیلی ها من درویش رو تنها گذاشته خب به امان خدا کسی که دلش اینجا نباشه همون بهتر که به خودش زحمت وایسادن زیر آفتاب رو نده من گفتم کاری میکنم که از تو این جعبه خالی افعی مثل علف سبز بشه چشمم کور دندم نرم قول دادم این کار رو هم میکنم ولی نه برای همه فقط برای ده تا جوان مرد سر تو درد نیارم قبل از اینکه پامو تو محله شما بذارم از هر کسی سراغ اینجا رو گرفتم گفت بیشتر از همه محله های اطراف جوان مرد داره منم اینو به فعال نیک گرفتم حالا هم دارم میبینم که دست کم بیست تا جوون مرد مثل خشم شمشاد اینجا وایسادن انشاالله همیشه رو پای خودشون وایسن ولی تو این میون یه حرف کوچیک دارم اونم اینه که برای گدایی به اینجا نیومدم اگه میخواستم دست تکدی جلوی هر کس و ناکسی دراز کنم کنار آفتابدار مسجد بازار جا خوش میکردم روشن شد پس گوش کن بعد در حالی که کلاهش رو از رو سرش برمیداشت گفت این کلاه منه اونو جلوی ده تا جوان مرد میگیرم دلم میخواد ده نفر ده تا پنج تومنی ناقابل بندازن تو این کلاه حیفت نیاد تو صد سال آزگار عمر پنج تومن به من درویش دادن به هیچ جا بر نمیخوره گر بدهی ننگ نیست گر ندهی جنگ نیست درویش مشغول گشتن دور خراب شد ولی هیچ کس پولی تو کلاش ننداخت. همه با دلخوری از اونجا دور شدن. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که جز من و دو سه نفر از بچه ها دیگه هیچ کس اونجا نبود. درویش وقتی وز رو اینطور دید زود کلاش رو سرش گذاشت و دوید طرف بخچش و مشغول جمع جور کردن بساتش شد. من که همچین انتظاری نداشتم جلو رفتم و ازش پرسیدم درویش مگه میخوای بری؟ اون که معلوم بود برای رفتن خیلی عجله داره گفت بله که میخوام برم اینجا هم جاست که من بمونم خراب شه این محلتون اینجا دیگه چه گوری بود که اومدم من که نمیتونستم باور کنم درویش تو این مدت کوتاه عوض شده باشه و بخواد بره آستین رو چسبیدم و گفتم درویش پس اون مار چی شد اون در حالی که دستش رو میکشید گفت بچه جون برو کشک تو بساب چه ماری مارجاش تو دشت و بیابونه نه تو این جعبه چوبی درویش این رو گفت و در یک چشم برهم زدن بخچش رو از رو زمین برداشت و راه افتاد و چیزی هم نگذشت که تو کوچه پس کوچه های محله گم